سلام اسم من نیایشه این داستان غم که میخوام براتون تعریف کنم مربوط میشه به دوران دانشگاه حدود دو سال پیش بود بابای من دکتر مغز و اعصاب و مامانم هم روان پزشکه دوتاشون از همون بچگی تلاش زیادی برای درس خوندن و آیندهشون کردن و تمام سختی ها رو به جون خریدن تا به اینجا برسن و موفق هم شدن واسه همین خیلی سعی داشتن که منم راه اونا رو برم و بشم یکی مثل خودشون. یادم تحصیل کرده و درست و حسابی. بابا و مامانم تاکید روی این موضوع نداشتن که منم مثل خودشون دکتر بشم یا برم تو هیته خودشون کار کنم. بابا همیشه به هم میگفت هر کاری رو که میخوای شروع کن اما بهترین همون کار شو. منم از بچگی علاقه شدیدی به حل مسئله و ماجراجویی داشتم. واسه همین رشته انسانی رو انتخاب کردم و بعد از کلی تلاش و درس خوندن تونستم حقوق سراسری تهران قبول شم. اوضاع مالی خیلی خوبی داشتیم و اصلا مشکلی با هزینه دانشگاه آزاد نداشتیم. اما خب مدرک سراسری معتبر بود و دوست داشتم چون هم مامانم هم بابام دانشگاه سراسری درس خوندن منم حداقل توی این مسئله راهشون رو ادامه بدم. تو هفته اول با بچه های دانشگاه کاملا دوست شدیم. خدا رو شکر همه بچه ها هم شخصیت خوبی داشتن هم خانواده ها به هم میخوردن. تو همون روزه اول یه اکیپ جمع جور کردیم و از این کافه تهران به اون کافه تهران. فقط میرفتیم و خوش میگذروندیم. یکی از بچه ها اسمش مریم بود که بیشتر از همه باهاش صمیمی بودم. جفتمون پشت کنکور نمونده بودیم و تو همون سال اول قبول شده بودیم. با توجه به وسیله ها و ماشین مریم میخورد که اونا هم وضعیت مالی مشابه ما داشته باشن. مریم یه خواهر کوچیک به اسم رویا داشت که کلاس اول ابتدایی بود. اونم مثل مریم شخصیت خیلی خوبی داشت و دختر خیلی خیلی نازی بود. با مامان بابای مریم برخورد آنچنانی نداشتم. فقط در حد سلام علیک بودیم و با همین سلام و علیک ریز حس می کردم که خانواده خوبی باشن. بقیه بچه ها یکی اسمش میترا بود، یکی دیگه الهه و پسرا هم امیر و صدرا و پدرا. هممون به اندازه کافی درس می خوندیم و تفریحاتمون هم جای خودشو داشت. میترا و صدرا لیلی و مجنون قصه ما بودند. میترا و صدرا قبل از دانشگاه از کلاس دهم ده دبیرستان با هم دوست شده بودن و الان که 22 سالشونه هنوز که هنوزه با هم عشق خیلی قشنگی داشتن و حواسشون خیلی به هم دیگه بود. عشق بین میترا و صدرا توی دانشگاه خیلی ازش حرف بود و همه آرزوشون بود که همچین عشقی داشته باشن و برای یه لحظه کوتاه هم که شده بتونن حسش کنن. بقیه بچه ها هم سرشون طولاک خودشون بود و کاری به کار همدیگه نداشتن. قرار بود این هفته هممون بریم شمال. امیرینا سنت چالوس ویلا داشتن و الان هم چون تا امتحانای ترم دانشگاهمون یه ماهی مونده بود بهترین فرصت بود که خوش بگذرونیم و پرقدرت بیایم و برای امتحانا درس بخونیم. تو خونه مشغول جمع کردن چمدونم بودم که مامان درزد و اومد تو. مامان از بچگی خیلی پایه بود و همیشه دوست داشت همه چی رو بهش بگم. البته به خاطر شغلش هم بود. منم از همون بچگی هر اتفاقی که میافتاد و یا توی هر دردسری که میافتادم سری به اولی نفری که میگفتم مامان بود. مامان هم همیشه با خونسردی همه چی رو حل میکرد. حتی دوست پسری دوران بچگی ما هم مامان بهتر از خودم میشناخت و باهاشون آشنا بود. مامان با دیدن چمدونم خنده ریزی کرد و گفت نیایشون سفر به سلامت کجا میری خانم خانوما؟ دیگه اینقدر بزرگ شدی که حتی نمیگی به من؟ خنده بلندی کردم و گفتم نه مامان جان خیالت راحت هنوز اونقدر بزرگ نشدم و علاقه هم ندارم وارد دنیای بزرگا بشم. اگه میخوای توپ رو بندازی تو زمین من که از این به بعد خودم برای خودم در قضا درست کنم و وسیله هامو جا, جا کنم سخت در اشتباهی. من هنوز برای انجام دادن این کارا زیادی بچم. مسافرت خاصی قرار نیست بریم. میخوایم قبل امتحانا یه سر با بچه ها به شمال بزنیم. بهت گفته بودم امیرینا اونجا ویلا دارن یادته کلیدش از مامان باباش گرفته قراره برای چند روزی بریم اونجا بمونیم. مشکلی که نداره نه دخترم نه که مشکلی داشته باشه برای روحیتونم خیلی خوبه بعد هم راحتتر میتونید امتحان بدید یه استراحتی هم میشه براتون برو خوش بگذره نانازی مامان راستی کارت تو فراموش نکنی به بابا میگم برات الان پول بزنه وسیله هم هر چی خواستی با آقا رضا بگو بره بخره بهت بده باشه مامان جون خیلی ممنونم چشم حتما میگم سریع شماره نگهبان خونمون آقا رضا رو گرفتم و یه لیست بلند بالا براش اسمس کردم و مشغول جمع و جور کردن باقی وسیله ها شدم که تو همین لحظه مریم به هم زنگ زد جونم مریم چی شده؟ چرا صداد می لرزه؟ تعریف کن دختر چه اتفاقی افتاده آخه؟ نیایش من نمیتونم بیام مامانم اجازه نمیده با سیمای مغزش قاطی کرده میگه باید بشینی درس بخونی شماها برین نشقم. بهتون خوش بگذره حالا من سری بعدی میام باشه مریم دیوونه شدی؟ من این همه برنامه چیدم. نمیشه که تو نباشی. گوشی رو بده به مامانت. من میگم مامانم با صحبت کنه رازیش کنه. باشه؟ نه نیایش. قبول نمیکنه. بیخیال، منم حس و حالم دیگه رفته. حالا حسیره شمال اومدن هم ندارم. اینا هم تا حالا نشده. من بخوام یه جا برم و زهر مارم نکنم. تو برو قربونت بشم. به منم فکر نکن. مریم منو خل نکنا میگم گوشی رو بده به مامانت بگو چشم زود باش منتظرم وای نیایش باشه یه بار نمیشه با کاری رو انجام ندی الان گوشی رو میدم بهش. دو دقیقه صبر کن سری دویدم تو پذیرایی و موضوع رو برای مامان تعریف کردم اونم از خدا خواسته قبول کرد و گوشی رو برداشت از دور با استرس به مامان و گوشی خیره شده بودم و گوشامو تیز کرده بودم و با دقت به حرفاشون گوش میدادم بعد از اینکه مامان تلفن قطع کرد با استرس گفتم چی شد مامان قبول نکرد که مریم بیاد قبول کرد نیایش اما قول دادم بهش که زود برگردیم. باشه لطفا بیشتر از سه روز نمونی وگرنه من جلوی مامان شرمنده میشم دخترم سری رفتم مامان رو بوسیدم و دویدم تو اتاق و به مریم پیام دادم و گفتم که مایو رو با خودش بیاره و مشغول جمع کردن وسیله ها شدم و بعد از پوشیدن لباسام و گرفتن وسیله ها از آقا رزا منتظر شدم که بچه ها بیان دنبالم قرار بود با ماشین صدرا و پدرام بریم تو همین لحظه با بوق دوتا ماشین از جا پریدم و بعد از بوسیدن مامان از پله ها اومدم پایین و سری کتونیم و پوشیدم و دویدم از حیات بیرون دوتا تا پرادو مشکی دم در بود صدای آهنگ و جیغ هم ازش میومد بیرون با خنده رفتم سوار ماشین اولی شدم که دیدم از شانس خوبم ماشین پدرامه واقعا حال و حوصله گوش دادن به حرفای عاشقانه صدرا و میترا رو نداشتم من و پدرام و مریم و الهه تو این ماشین بودیم و تو ماشین صدرا هم میترا و امیر هنوز مسیر شروع نشده اینا صدای ضبط رو بلند کرده بودن و جیغ میزدن و میخوندن مریم همیشه توی جمع ها ساکت بود و نقش مامان ما رو تو مسافرت ها داشت. الهه هم که همش میخوابید، پدرام هم که همش آهنگ میخوند و جیغ جیغ میکرد، منم که تابه جمع بودم. اون ماشین هم صدرا و میترا فقط حرفای عاشقانه میزدن و تو حال و هوای خودشون بودن، امیرم که صبح تا شب با گوشیش بازی میکرد. اصلا در جریان اطرافش نبود. با اینکه خیلی خیلی صمیمی بودیم اما هیچ وجه مشترکی با هم دیگه نداشتیم و همین دوستیمون رو جذاب تر می تو راه کلی آهنگ گوش دادیم و گفتیم و رقصیدیم و دیگه نایی برای ادامه دادن نداشتیم. هر کدوممون یه گوشه افتادیم و خوابیدیم. بعد از چند دقیقه با تکون داده شدن توسط پدرام از خواب پریدم و دیدم که رسیدیم به خونه. یه خونه چوبی خیلی بزرگ با استخر تو فضای باز و حیات خیلی بزرگ و شیک که دور تا دورش درختای کاج به ترتیب و همقد و همسان چیده شده بود. همه چی بی نقص و مثل قصه ها بود. سری چمدون ها رو گذاشتیم تو خونه و ننشسته مایو پوشیدیم و پریدیم تو آب. واقعا خوشحال بودم از اینکه تون سالها به خودم سختی دادم و الان این دوستا رو پیدا کرده بودم. بعد از یه ساعت شنا کردن از استخر اومدیم بیرون و رفتیم توی خونه که دیدیم خونه برق میزنه و بوی خیلی خوبی هم توی فضا پخش شده. با بحت به دور اطرافمون نگاه کردیم که دیدیم مریم در حال چیدن میز شامه. یه لبخند غمانگیزی به هیز زدم و با باز و بسته کردن پلکام ازش تشکر کردم. خیلی دختر ماهی بود. کاش مامان و باباش قدرش رو میدونستن. تک تک وسیله هامون رو جمع کرده بود و غذا هم حتی آماده بود و اود هم روشن بود و صدای موسیقی هم از توی خونه پخش میشد. بلند رو به بچه ها گفتم یک دو سه حمله و همه با سرعت و خنده پریدیم رو مریم و بغلش کردیم. واقعا اگه مریم نبود ما لنگ بودیم. مریم مامان دوم هممون بود و از هر انگشتش یه هنر میریخت. بعد از خوردن شام رفتیم فیلمی که پدرام از قبل آماده کرده بود رو دیدیم و بعدش هم مثل همیشه رفتیم سراغ صحبت های شبانه و غمانگیز مریم با حالت جدی گفت یعنی yani سال بعد هم هممون اینجا این؟ پدرام مثل همیشه سعی کرد بحث و فان و خنددار نشون بده و با صدای خنددارش گفت اگه اینقدر علاقه داری زودتر بری خونه بخت همین اطراف خونه ما یه حاج حسن هست بهت میخوره صبح تا شب داره کار میکنه و شیر میدوشه بگو ببینم میخوایش یا نه قول میدم بین خودمون بمونه مریم با خندی بلندی بالش رو به طرف پدرام پرت کرد که محکم خورد وسط سر پدرام تو همین لحظه صدرا گفت مریم راست میگه بچه ها یعنی به نظرتون سال بعد هم همین موقع هممون همینجا جمع شدیم و میگیم و میخندیم؟ با لحن آرومی گفتم هیچکس کس فرداش خبر نداره. امیدوارم که این جمع حفظ بشه. تو همین لحظه میترا دوید سمت کیفش و هممون زول زده بودیم بهش که ببینیم چی کار میخواد بکنه. تو همین لحظه رفت یه کاغذ و چند تا خودکار اوورد و شروع کرد به نوشتن یه چیزی و بلند خوندنش. سلام خدمت همگی این برگه یک تعهد نامه بین ماست یعنی بین من، میترا احسانی، صدرا آزرخش، اله هاتمی، نیایش شادمهر، مریم امینی، پدرام پاکمنش و امیر راد. ما همگی قول میدیم که سال بعد دوباره همینجا جمع بشیم و برای سال بعد دوباره تعهد بدیم و دوستیمون رو تا ابد حفظ کنیم. بعد هم امضا کرد و برگر رو داد به تک تک ماها و ما هم با خنده و مسخرگی امضا کردیم و با دوربین پدرام هم چند تا عکس گرفتیم و عکس ها رو هم به اون برگه چسبوندیم پدرام هم سری اون برگر رو همراه اون عکس ها گذاشت تو قاب و از خونه آویزون کرد. چقدر همه چیز قشنگ بود. مریم ترس عجیبی تو دلم انداخته بود. یه لحظه هم وقتی به این فکر میکردم قرار سه روزی بدون بچه ها رو شبمو بگذرونم تن و بدنم میلرزید. بعد از کلی فکر و خیال بالاخره خوابیدم و صبح با صدای آهنگ و جیغ زدنهای پدرام و الهه از خواب بیدار شدم. بعد از خوردن صبحانه همراه با ماشین آفرود پدرام رفتیم برای گشت و گذار تو این های اطراف. سر راه به یه خونه قدیمی که میخورد سالیان سال کسی بهش سر نزده باشه برخوردیم. ما هم که همچون دانشجوی حقوق و عاشق ماجر و هیجان و حیجان سریع از ماشین پریدیم پایین و مشغول جمع کردن اطلاعات از اون خونه عجیب شدیم. تو همین هی یه پیرمردی به زبون محلی از دور داد میزد و ما هم زیاد متوجه حرفاش نمی شدیم. پدرام برامون ترجمه می کرد. پدرام گفت بچه ها میگه نزدیک این خونه نشین خطرناکه. ما همه با علامت سوال به پدرام خیره شدیم. که پدرام با همون زبان محلی به پیرمرد گفت چرا نزدیک نشین؟ پیرمرد یه داستانی رو برامون تعریف کرد که هنوز که هنوزه مو به تنم سیخ میشه وقتی یادم میاد. بچه ها، سالها پیش یه دختر و پسر از همین جنگل میرن برای گشت و گذار و دیگه بر نمیگردن. کل اهالی روستا دنبالشون میگردن. اما هیچ خبری ازشون پیدا نمیکنن. بعد از اونا چند نفر دیگه هم به همین وضعیت دوچار میشن. پلیسا موقع گشت و گذار با کشیده شدن سگهاشون به زور به سمت یه رستورانی کنار جاده چالوس میرن. بعد از یه سری چکاب و بازرسی متوجه چیز مشکوکی نمیشن و میخواستن برگردن که سگا به طرف یخچال رستوران حمله ور میشن. گوشتا رو از پلاستیک خارج میکنن. پلیس اولش فکر کردن که سگا گوش نشونه یا یه چی توی همی مایه ها. اما با پارسای سگا مجبور شدن یه بسته از گوشتا رو با خودشون ببرن و در کمال تعجب بعد از آزمایش دی ای متوجه شدن اون گوشتا یکی از اون آدمایی که توی این چند مدت قیبشون زده. با ترس و بحت به پیرمرد خیره شده بودیم که ادامه داد بعد از اون اتفاق دیگه کسی سمت این خونه نیومد. راستش کسی دیگه جون اومدن به اینجا رو نداشت. دختره تازه روز بود و قرار بود تو همین چند روز اخیر بره سر خونه زندگیش که این اتفاق افتاد. شما هم بهتر از اینجا فاصله بگیرید بعد از آخرین حرف خدافزی کرد و ما موندیم و کلی علامت سوال. و البته ترس. توجهی به چیزی که شنیدیم نکردیم و سعی کردیم از تعطیلاتمون به خوبی استفاده کنیم. سوار ماشین پدرام شدیم و شور کردیم به آهنگوش کردن و رقصیدن. ساعتهای خوبی رو کنار هم گذروندیم و با خستگی تموم رفتیم خونه. کبابایی که صدرا و میتر آماده کرده بودن رو خوردیم و بعد هم با خستگی خیلی زیاد خوابیدیم دمدمای شب از خواب با صدای آروم گریههای آشنایی بیدار شدم اولش احساس کردم که صدا از بیرون میاد اما وقتی یکم بیشتر دقت کردم متوجه شدم که صدای گریه مریمه با ترس و لرز رفتم کنارش روی تخت نشستم و اجازه دادم که خودش به هم توضیح بده چه اتفاقی افتاده. به لطف مامان ترفندهای روانشناسی زیادی یاد گرفته بودم. بعد از چند لحظه گریه و زاری، بالاخره مریم شروع کرد به صحبت کردن. نیایش، من چه کوتاهی کردم که این بلاها سرم میاد؟ به خدا حاضرم که هیچ پولی نداشته باشیم اما آرامش تو زندگیمون باشه. دیگه خسته شدم از این بحثای علکی و گیر دادنهای مسخره. دلم میخواد فقط یه روز زندگی کنم و از ته دل بخندم. همش استرس مامان بابامو دارم و حتی شاید باورت نشه وقتی اینجام هم ولم نمیکنن. همینطوری پیامای بلند و بالا تایپ میکنن و میفرستن تا لحظه به لحظه زندگی منو زهر کنن. این همه سن ازم گذشته باز مثل بچه ها با هم رفتار میکنن. انگار خودم درست و غلط رو نمیشناسم. یه طور گیر میدن انگار یه بچه ابتداییم. نیایش واقعا هر فکری که بگی به ذهنم اومده. از فرار گرفته تا هر چیز بدتری. دیگه طاقت این همه سختی و این همه تحمل رو ندارم. آدما تا یه جایی صبر میکنن بعد اون بنای قویی که از خودشون ساخته بودن رو خودشون با دستای خودشون خورد میکنن ببین مریم بهترین کار اینه که تو مامان و بابات رو ببری پیش تراپیست میخوای مامانم باهاشون صحبت کنه مشکلات اونا روی تو اثر کرد و این اصلا درست نیست عزیزم اونا باید بهبود ببخشن نه تو در زم سعی کن که یه سری از حرفا رو فقط بشنوی ولی درک نکنی. گاهی اوقات لازمه توی زندگی با یه گوشه بشنوی و با اون گوش حرفا رو بدی بیرون. حالا همینقدر گریه نکن. دیگه به نظرم گوشی بگیر خاموش کن. فردا آخرین روزیه که اینجایی ما. نمیخوای که اون روزو برای خودت خراب کنی که منم با گوشی خودم یه پیام برای مامانت میفرستم الانم چشماتو ببند و لطفا گوشیت هم خاموش کن سعی کن که بخوابی باشه عشقم ممنون نیایش واقعا از تو مامانت ممنونم اگه شما نبودین معلوم نبود چه بلایی سرم میومد لبخند آرومی زدم و چشمامو باز و بسته کردم و از دور یه بوس گنده براش فرستادم از اتاق اومدم بیرون خدا بهش رحم کنه واقعا زندگی سختی رو داره میگذرونه رفتم روی صندلی چوبی خونه نشستم و گوشیمو درآوردم و شماره مامان مریم رو گرفتم و شروع کردم به تایپ کردم. سلام خاله جان. راستش من کسی نیستم که بخوام توی چیزی دخالت کنم و یا خودم رو درگیر مشکلات خانوادگی بقیه کنم. اما الان از نظرم درست بود که بهتون پیام بدم راستش گاهی اوقات لازمه که فکر کنیم و بعدش عمل کنیم. وقتی میبینیم آدما دارن اذیت میشن لازمه بذاریم یکم تنها باشن نه که بشیم زخمی روی زخمای اونا خاله جان از نظر من هر مشکلی هم بین شما و بین امو و یا حتی بین مریم هستش درست نیست که مسافرت یکی دو روزی دخترتون رو برای این مشکلات پیش پا افتاده خراب کنید. من و مامانم و بقیه بچه ها هی سعی می کنیم که رویه مریم رو درست کنیم. هی از طرف شما کمکاری می بینیم. لطفا شما هم یکم راه بیاین و خودتون رو کنترل کنید. ما هم فردا آخرین روزیه که اینجاییم. بعدش میایین خونه و شما با خیال راحت میتونید با مشکلاتتون دست و پنجه نرم کنید. راستی من از مریم خواستم که گوشیشو برای این یه روز خاموش کنه. گفتم بهتون اطلاع بدم که یه وقت نگران نشید. هر کار و مشکلی هم بود با من در جریان بذارید. من بهش میگم. خیلی ممنونم که تا اینجا خوندین. شبتونم بخیر. پیام و فرستادم و گوشیمو و پرت کردم اون سمت مبل. زندگی با خانواده سختگیر واقعا عذابه. البته سختگیر که چه ارز کنم؟ بهتره بگم زندگی با خانواده مریض واقعا عذابه. این خانواده ده سال به سن مریم واقعا اضافه کرده بودن. سعی کردم فکرهای منفی رو از سرم بیرون کنم و منم سعی کنم که بخوابم. خدا رو موفق هم شدم. صبح با صدای مرغ و خروس و گنجشگاه از خواب بیدار شدم. دیدم که همه تو خواب پادشاهیان. منم از این فرصت استفاده کردم و رفتم یه میز صبحانی خوشگل برای بچه ها چیدم که خستگی این چند روز برطرف بشه. یک عالم آب میوهی طبیعی گرفتم و تو لیوان ریختم. بیکن و تخم مرغ و کلی وسیله برای صبحانه آماده کردم و خواستم برم بچه ها رو صدا بزنم که خودشون با بوی خوش صبحانه از خواب بیدار شده بودن. مریم هم لبخند روی لب داشت و حس می کردم که خوب خوابید و دیشب رو به کل فراموش کرده. بعد از خوردن صبحانه بچه ها همه مشغول کار شدن. سر رفته بودن ماشین بشونن که موقع برگشت راحت باشیم ما هم آهنگ گذاشته بودیم و میخوندیم و میرقصیدیم و تو همین حین خونه رو هم جمع و جور میکردیم توی چشم هم زدن امروز هم تموم شد و ساعت پنج و چهل و پنج دقیقه غروب را نشون میداد تون ساکا رو چیدیم توی ماشین و در خونه رو هم قفل کردیم و راه افتادیم همیشه موقع بر مسافرت آدم پر از انرژی و موقع برگشت یک درصد اون انرژی هم توی بدنش نیست. همیشه جدایی بعد از مسافرت برام سخت ترین چیز تو دنیا بود. اونم الان که دیگه معلوم نبود بچه ها را قراره کی ببینم. چون هممون باید میرفتیم درس می‌خوندیم. بقیه بچه ها هم همین حسو داشتن و هر کدوم یه گوشه ای از ماشین تکیه داده بودن و فس شده بودن. منم ایرپادم و گذاشته بودم تو گوشم و چشمام و بسته بودم و آهنگ گوش میکردم. دلم پیچ میخورد و یکم استرس داشتم. استرس زندگی خودم و ها. استرس زندگی مریم رو داشتم. این دختر چطور میخواست از پس این مشکلات بر بیاد؟ از پس مامان و باباش چطور میخواست بر بیاد؟ مامانش بعد دیشب حتی یه جواب کوتاه هم به هم نداده بود و فقط پیامم و سین زده بود. آدم وقتی این خانواده ها رو میبینه دلش ریش ریش میشه. تو برخورد اول که خیلی خوب بودن. نمیدونم این سخیری های علکش رو برای چی بود. موقع برگشت انگار که هر چقدر میرفتیم باز مسیر کش پیدا میکرد و تموم نمیشد. از تکنیکایی که مامان بهم به یاد داده بود استفاده کردم و فکرای منفی رو از سرم بیرون بردم و از مسیر باقی مونده لذت بردم. بالاخره بعد از ساعتها رسیدیم خونه. سریع از پله ها دویدم بالا و لم دادم روی تخت چشمامو بستم. مامان هم بعد از چند دقیقه ای اومد کنارم روی تخت نشست و آروم آروم موهامو شروع کرد به نوازش کردن. بابا هم توی پذیرایی مشغول دیدن فیلم جدیدش بود و میوه میخورد. واقعا خونه گرم و صمیمی داشتیم. قبل از اینکه مریم رو ببینم حس میکردم پول همه چیزه. اما الان اگه ازم بپرسن میگم خانواده همه چیزه. خانواده که نباشه نه سلامتی هست نه آرامش هست نه پول هست و نه هیچ چیز دیگه ای. برای لحظه ای هم نمیتونستم به جای مریم زندگی کنم. تو خونه ما با اینکه خیلی بزرگ بود اما انقدر که فضا صمیمی و گرم بود که اصلا این بزرگی به چشم نمی اومد و انگار که داشتیم توی خونه پنجاه متری زندگی می همونقدر نزدیک. همیشه همه تو مشکلات به همدیگه کمک می و سعی می‌کردیم به هر شکلی حال همدیگه رو خوب کنیم. مثل همین لحظه که مامان اومده بود بالا سرم و منتظر بود که من شروع کنم به حرف زدن. منم منتظرش نذاشتم و با صدایی که بغز توش کاملا شنیده میشد گفتم مامان مریم خیلی گناه داره. فقط میتونم همینو بگم. واقعا تو فشار خیلی زیادیه. نمیفهمم دلیل این همه فشار چیه. تو این چند روز مامانش راه به راه فقط پیامهای طولانی تایپ میکرد و میفرستاد. انگار از اینکه برن رو مغز دخترشون و شب و روزش رو به هیز کنن لذت میبرن. انقدر که حالم بد بود دیگه نتونستم ادامه ی حرفمو حرفم بزنم و شروع کردم آروم آروم اشک ریختن. مامان مثل همیشه لبخند گرمی به هم زد و کنارم دراز کشید و گفت نیایشان دختر من. تو واقعا دوست خوبی هستی از اون دوستایی که هر کسی برای زنده بودن و زندگی کردن بهش احتیاج داره اما ما همه تا یه حدی میتونیم کمک کنیم. من تا یه حدی میتونم با مامانش صحبت کنم. تو هم تا یه حدی میتونی مامانش رو راهنمایی کنی. بیشتر از اون از ما ساخته نیست. دختر مامان. آدم خودشون باید بخوان تا خوب بشن. حالا هر چقدر هم ما بیایم و صحبت کنیم و جلسه بذاریم. اگه یه آدم نخواد پیشرفت کنه هیچ فرقی با اون آدم اولین جلسه و آخرین جلسه نداره. منم همیشه به مریضان میگم که اگه میخواین خوب بشین بیاین پیش من. اگه میخواین لج کنین و راه راستی که بهتون نشون میدم رو پیش نبرین اصلا حتی برای یه جلسه هم توی مشاوره شرکت نکنین. اینجا بحث لج و لجبازی نیست. بحث روح ماست. بحث جسم ماست. بحث خوب شدن و زندگی کردن ماست. با این چیزا که نباید لج کرد. تا اونجایی که من متوجه شدم مامان و بابای مریم با خودشون لج کردن. تو باید حواست فقط به مریم باشه و با اون حرف بزنی و سعی کنی که اونو قوی کنی. من با مامانشون روز خیلی صحبت کردم و فکر کردم حداقل یکم این رفتارهای سمیش رو کمتر میکنه. الان وقتی به هم گفتی تو کل مسافرت یک لحظه هم مریم رو راحت نذاشت واقعا شوکه شدم تو تنها کاری که میتونی بکنی اینه که پیش مریم باشی و به خوب بودنت ادامه بدی و اینو هیچ وقت از من فراموش نکن سعی کن که همیشه دوست خوبی برای همه باشی نه تنها دوست خوب بلکه سعی کن همیشه انسان خوبی برای همه باشی اما هیچ وقت نزار که غم و قصه ها و مشکلات بقیه وارد زندگی تو هم بشه. یادت نره که تو هم اومدی تا زندگی کنی. مامانو بغل کردم و بابت نصیحت های قشنگش بوسیدمش. به حرف زدنمون ادامه دادیم. آخر صحبت مامان گفت که بابا داره توی یه کلینیک جدید کار میکنه و با دوتا آقا هم شریکه. شاید که یکی از اون آقاها پدر مریمه قرار ساخت کلینیک با پدر مریم باشه و کار کردن هم از بابا و یه آقای دیگه و قرار فردا برای شام بیان خونمون و درباره یه کار با هم دیگه صحبت کنن. این فرصت خیلی خوبی برای این بود که با مریم صحبت کنم و کمکش کنم و اگه بابا هامون با همدیگه همکار می شدن خیلی بیشتر به هم نزدیک می شدیم و می تونستم بیشتر مواظبش باشم. همه چیز خیلی خوب و بینقص بود. رفتم هموم و وسیله هامو جا به جا کردم اما باز هم یه دلشوره عجیبی داشتم و دل و رودم به هم دیگه میپیچید. یکم کتاب خوندم و لباسام و برای فرد شب آماده کردم آخر شب هم یکم درس خوندم و خوابیدم. صبح زود رفتم سالن برای تمرین تنیس اومدم خونه و بقیه کارهامو انجام دادم. توی یه چشم هم زدن شب شد و کم کم قرار بود مهمونا برسن خونمو. منم آماده و شیک نشسته بودم روی موب که زنگ خونه زده شد. مریم و مامان و باباش اومدن تو. مامان مریم حتی نیم نگاهی هم به هم نکرد و باباش هم با یه لبخند به هم دست داد و رفت کنار بابا نشست. مریم هم با چشمای اشکی به هم لبخند زد و رفت کنار مامانش نشست. چرا این دختر داشت گریه می کرد؟ چرا اینطوری شده بود؟ مامان صدام کرد. رفتم برای همه چایی بردم و منم روی مبل تکی نزدیک مریم نشستم. بعد از یکی دو ساعت صحبت عادی وقتی بحث کار اومد وسط مامان من و مامان مریم رفتن توی اتاق و منم همراه مریم رفتم توی اتاق. تو همین هین زنگ خونه دوباره به صدا در اومد. همکار سوم همراه خانوادهش اومدن. دیگه حال و حوصله سلام و علیک نداشتم واسه همین از جام تکون نخوردم سر میز شام میدیدمشون دیگه الان کار مهمتری برای انجام دادن داشتن که اونم مریم بود مثل همیشه شروع کردم به صحبت کردن اما دیگه برق خوشحالی رو توی چشماش نمیدیدم دیگه اون حس خوبی که بعد از صحبت کردن با هم بهش دست میداد رو توی لبخندش حس نمیکردم مریم پر شده بود از حس ناامنی و حس ترس و دلهوره. صحبت های من هیچ نتیجه برای خوب شدن حالش نداشت. توی همین حین مامان صدامون زد که بریم شام بخوریم. وقتی از در اتاق اومدم بیرون با یه پسر خیلی قد بلند و چارشونه شلواری مواجه شدم که کنار یه مردی که میخورد پنجاه و خورده سنش باشه نشسته بود و به در اتاق من خیره شده بود. پسر خوشگلی بود اما حس خوبی بهش نداشتم. نگاهی به مریم انداختم که دیدم قرق تو چهره پسره شد و با دهن باز خیره شده بهش. با دستم محکم به هیز ضربه زدم که به خودش بیاد و بعد هم با خنده ریزی کنارش روی میز شام نشستم. بعد از شوگذاری مشغول خوردن شام شدیم. شام مثل همیشه بی نقص و همه چی تموم بود و همه لذت بردیم. بعد از شام زمان صرف صحبت های عادی شد و از چهره بابا مشخص بود که کارشون اوکی شده. تو تمام این مدت که گذشت مریم خیره به پسر شده بود و چشم از روی چشمش بر نمی داشت. منم با استرس به مریم خیره شده بودم. این دختر یعنی چشم شده بود؟ همه کم کم بلند شده بودن تا برن که پسر یه چشمکی به مریم زد و گوشه ای از دیوار شروع به صحبت کردن. مریم هم ریز ریز می خندید. توجهی بهش نکردم و وسیله های میز و همراه مامان جمع کردم. مریم اینقدر غرق پسرش شده بود که به کل فراموش کرده بود با همو خدافزی کنه. منم گذاشتم رو حساب اینکه حالش خوب نیست. ولی آدمی که من می دیدم از منم بهتر بود. بی توجه به مریم و زندگیش به میترا زنگ زدم و باهاش صحبت کردم. اونم درگیر صدرا و زندگیش بود. شاید مامان راست می گفت شاید بهترین کار اینه که تا یه جایی برای بقیه باشی و از یه جایی به بعد بسیاری از آدم ها هر کاری میخوان با زندگیشون بکنن. همه ی بچه ها برای خودشون زندگی شخصیشون رو داشتن. یکی درگیر دوست بود، یکی درگیر درس بود، یکی دیگه درگیر خانوادهش بود، یکی هم بی‌دغدغه فقط زندگی میکرد. و منم صبح تا شب تو فکر زندگی و حال بچه ها بودم. اینقدر که کل این تعطیلات برای من به قصه گذشت یه لحظه هم نتونستم به خودم و زندگیم برسم. یه نگاهی به خودم توی آینه کردم و سریع وقت برای موهام و ناخونام گرفتم. بهتر بود یکم بیخیال بشم. من این همه خوبی کرده بودم در حق مریم. اگه بازم نیاز به صحبت کردم با من داشته باشه خودم پیش قدم میشم این سری هیچ حرکتی از طرف من نمیبینه. من زیادی قدم برداشتم و هیچ قدمی از طرف مقابلم ندیدم. برنامه فعلیم الان فقط تمرکز روی خودم و زندگیم بود. نه هیچ چیز دیگه ای. از صبح خیلی زود رفتم برای تمرینم بعدش هم اومدم خونه مستقیم رفتم دوش گرفتم بعدش هم یه چیزی خوردم و به سمت آرایشگاه حرکت کردم. یه چند تا لایت نسکافه بین موهام انداختم و ناخونامم یه فرنچ ناز دختران درست کردم و پاهامم با دستم ست کردم. یه پنج شیست ساعتی همه اینا طول کشید. بعد هم با خستگی تموم رفتم خونه و هموم دوم روزم رو گرفتم و بعد هم با مامان و بابا درباره امروز و دانشگاه و همه چی صحبت کردم. انقدر خسته بودم که نفهمیدم کی خوابم برد. ساعت 11 شب از خواب بیدار شدم. کلی انرژی داشتم. بهترین کار این بود که از این انرژی برای درس خوندن استفاده کنم. سری کتابم رو در آوردم و کلی درس خوندم. بعد با خیال راحت چشم بستم و خوابیدم. امروز انقدر کار داشتم و مشغول زندگیم شده بودم که وقت نکردم برای یه لحظه کوتاه هم گوشیمو چک کنم. و همین قدم خیلی خوبی برای پیشرفت بود. فردا و پس فردا همه روزا مشغول درس خوندن و کلاس رفتن گذشت و تموم شد. تو این فرصتی که دانشگاه برای درس خوندن در اختیارمون قرار داده بود باید میترکوندم و صد خودم و برای امتحانا میذاشتم و داشتم طبق برنامه ریزی پیش میرفتم که درسا تموم بشه. یه چند هفته ای به همین شکل گذشت و فردا اولین امتحانم بود. شب قبل امتحان بعد از چند هفته بیخبری از گوشی، بالاخره گوشیم رو روشن کردم تا چکش کنم. و دیدم، هیچ پیامی از مریم ندارم. جالب بود. یعنی اونم داشت زندگی می کرد؟ بی توجه به مریم بعد از شب به خیر گفتم به مامان و بابا و مرور درس گرفت. بعد از شب به گفتم به مامان و بابا و مرور درس گرفتم خوابیدم و صبح زود با کلی انرژی از خواب بیدار شدم و یه صبحانه مشتی به بدن زدم و به سمت دانشگاه حرکت کردم تا پامو گذاشتم تو سالن دانشگاه میترا الهه تونتون به سمتم با خنده اومدن و همینطور که نفس نفس میزدن گفتن وای میدونی چی شده؟ اگه بدونی چه اتفاقی افتاده تا خواستم جوابشونو بدم الهه گفت بابا دیوونه ای میترا معلومه که نیایش خبر داره ناسلامتی دوست صمیمی مریم ها با چشمای از حدق در اومده گفتم چی خبر دارم یکی توضیح بده ببینم چی شده میترا گفت مریم با یه پسر اوکی شده اونم چه پسر قد بلند و چارشنو همه چیز تمومی البته به چشم برادری ها من که خودم یکی بهترش رو دارم وقتی میترا داشت مشخصات پسره رو میگفت کم کم تصویر اون پسری که اون شب خونمون بود جلوی چشمام نقش بست. منم با لحن سردی گفتم خوشبخت باشه. و سریع از کنارشون رد شدم و رفتم توی کلاس نشستم و بدون هیچ حرفی منتظر استاد شدم که بیاد امتحان رو بگیره. امتحان خوبی بود در کل. راضی بودم. وقتی از جلسه امتحان برگشتم مریم رو دیدم که داشت با بچه ها میگفت و میخندید. حتی برای یه لحظه هم فکر نمی کرد که من کجام و چرا تو جمعشون نیستم. منم توجهی بهشون نکردم و راهم و کش کردم و به سمت پارکینگ دانشگاه رفتم. سری ماشین رو روشن کردم و به سمت خونه حرکت کردم. زندگی مریم بود و اما الان مریم تو شرایطی نبود که بخواد از پس یه دوست پسر بر بیاد. اونم دوست پسری که تو اون سن و سال باشه و پر باشه از نیاز و خواسته و توجه. بی توجه به مریم و تصمیمی که گرفته بود به سمت خونه راه افتادم و وقتی رسیدم یه دوش گرفتم و شروع کردم به درس خوندن یه هفته اینطوری گذشت و روزای من با درس خوندن سپری میشد مثل همیشه درسم و مرور کردم و رفتم خوابیدم صبح با کلی انرژی به سمت دانشگاه حرکت کردم و توجه به بچه ها نکردم که کنار هم جمع شده بودم. امتحان مثل همیشه خیلی خوب بود و از این بابت خوشحال بودم از کلاس داشتم میومدم بیرون که دیدم یکی از استادا داره با مریم صحبت میکنه انقدر صدای استاد بلند بود که نتونستم بیخیال از کنارشون رد بشم و گوشامو تیز کردم تا ببینم درباره چی صحبت میکنن چهره استاد به شدت عصبانی بود و اخماش تو هم رفته بود یهو داد زد و رو به مریم گفت دارین چی کار میکنی خانم امینی اینا نمره است که شما گرفتین کلا دو تا امتحان مونده تا تموم بشه و من فکر میکنم شما به نمره بالای دوازده هم نداشته باشین چه اتفاقی افتاده که روی نمره های شما تاثیر گذاشته من هی میخواستم با شما صحبت کنم اما هی میگفتم که درست میشه اما هر سری که برگه شما رو میدیدم ناامیدتر از روز قبل میرفتم خونه خانم امینی هر کاری که دارید میکنید و باعث شده روی نمره هاتون تاثیر منفی بذاره رو لطفا دیگه ادامه ندید وگرنه ما مجبور میشیم یه جلسه برگزار کنیم و تکلیف شما رو روشن کنیم اینکه پدرتون خیلی برای ما عزیزه و همچنین خیلی به دانشگاه کمک کرده اما باز با این حال وظیفه ما اینه که این مسئله رو به خانوادهتون اعلام کنیم و جلوش رو بگیریم وگرنه حق بقیه دانشجوها دانش خورده میشه لطفا یه فکری به حال خودتون بکنید خانم امینی باورم نمیشد که اینا رو داشتم از زبون استاد میشنیدم اونم وقتی که مریم مخاطب حرفاش بود دیگه نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و رفتم پیش مریم که یه پوزخند مسخره به هم زد و گفت چیه؟ نکنه میخوای تو الان شروع کنی؟ با خونسردی کامل گفتم نه عزیزم. شاید اگه مریم گذشته بود منم این همه خودم رو خسته میکردم و سعی کردم قانعش کنم و راه راست رو بهش نشون بدم کاری که همیشه برات انجام میدادم اما الان آدمی که روبروم قرار داره لحظه ای هم ارزش خسته کردن خودم و از دست دادن تایمم و نداره. فقط خواستم به برای آخرین بار بگم که چشماتو باز کن مریم خانم. نه پسر نه هیچ چیز دیگه ای برات آبونو نمیشه. درسته که همه دوست دارن یه شریک عشقی داشته باشن. اما هیچکی دوست نداره به خاطر یه آدمی از زندگیش عقب بیفته. یکم چشماتو باز کنی متوجه همه چیز میشی متوجه این میشی که زندگیتو به گند کشوندی و همه رو از خودت روندی مخصوصا من که دوست صمیمیت بودم حالا هم تو رو با زندگی قشنگی که برای خودت ساختی تنها میذارم امیدوارم که سر عقل بیای و یه دستی به روی زندگیتو شیوه ی زندگی کردنت بکشی سری از محوطه دانشگاه بیرون اومدم. داشتم از شدت احمق بودن مریم خفه می شدم. بهترین کار این بود که برم خونه و به مامان پناه ببرم. انقدر خسته بودم که با همون لباسه دانشگاه تو بغل مامان ولا شدم و نفهمیدم کی شد که چشمام روی همدیگه بسته شد و خوابم برد. وقتی بیدار شدم مامان رفته بود و خونه تو سکوت مطلق فرو رفته بود. وقتی گوشیمو باز کردم با حجوم پیام ها و زنگ ها مواجه شده بودم. چه خبر بود؟ چرا میترا و الهه انقدر به هم زنگ زده بودن؟ حتی از پدرام هم شش تا تماس پی پاسخ داشتن. توی یک لحظه تپش قلبم رو به هزار رفت. و حالا تهوع تف... تحو... تموم وجودم رو گرفت. دستام از شدت استرس میلرزید و نمیتونستم به خوبی شماره بگیرم. بعد از اولین بوغ صدای حق, حق میترا پخش شد از جوابی که میترا میخواست به سوالم بده میترسیدم واسه همین نتونستم بپرسم که چی شده و گذاشتم خودش همه چی رو برام تعریف کنه میترا با صدای جیغ جیغش گفت نیایش نمیدونی چه اتفاقی افتاده من پیش صدرا کتابخونه بودم یهو مامان مریم با داد زنگ زد بهم هم. شروع کرد به فوش دادن بهم هر چقدر میپرسیدم چی شده جواب به هم نمیداد. بعد از اینکه تلفن رو روی من قطع کرد به الهه زنگ زد. همون فوشا رو به الهه هم داد. بعد الهه ازش پرسید چی شده؟ مامانش هم گفت که رفته بوده بیرون و وقتی برگشته نه مریم خونه بود و نه وسیله ها و چمدونش. مامانش میگه فرار کرده. دلیل فرار... فرارش هم ما میدونه. به تو زنگ نزده؟ با چشمایی از حدقه بیرون زده گوشیمو روشن کردم و دیدم پنج تا تماس بی از مامان مریم دارن. از ترس آب دهنم و قورت دادم و به گریه های میترا گوش دادم. بعد از اینکه میترا گوش رو قطع کرد، سری به مریم پیام دادم و گفتم تو اولین فرصت بهم به زنگ بزنه. یک دقیقه از پیامم نگذشته بود که مریم زنگ زد. انتظار شنیدن صدایی رو داشتم که از ترس بلرزه و یا با استرس باشه. اما مریم اما مریم داشت از ته دل میخند و شادتر از همیشه بود. گفتم مریم کجایی؟ حالت خوبه؟ کجا رفتی تو دختر نمیگی نگرانت میشیم؟ خوبم نیایش. پیش حسامم دیگه. میخوام با حسام زندگی کنم. خسته شدم از بس تحت فشار بودم. یکم هم میخوام برای خودم باشم. تمام وسایلم هم, هم جمع کردم. لطفا به مامانم نگو که با هم صحبت کردی. میخوام کلا بیخبر باشن ازم. مریم دیوونه شدی؟ اونا پدر و مادرتن. تن هر چقدر هم اذیتت کنن حق ندانی این کارا رو باهاشون بکنی. میدونی چقدر اذیت میشن؟ مامانت از وقتی که رفتی همینطوری داره به همه بچه ها زنگ زنه و فوش میده. الان ما باید چه جوابی بهش بدیم؟ نیایش، بابت اینکه نگرانمی ممنونم اما من تصمیمم رو گرفتم و دوست دارم شما هم بهش احترام بذارید در ضمن به مامانم بگید که نمیدونین من کجام اینطوری هم برای شما بهتره هم برای من اگه فکر میکنید میتونید به تصمیمم احترام بذارید من آدرس خونم رو بهتون میدم که هر وقت خواستیم بیاین پیشم باشه مریم باشه فقط بگو حسام کیه حسام دیگه نیایش پسر همکار بابا هامون. حدس می زدم که کیو میگی اما فکر نمی کردم اینقدر سست و احمق باشی. به هر حال آدرس خونه تو بفرست برام. باید صحبت کنی. یه سری حرفا هست که اینجا نمیشه گفت. خودت هم که بهتر می دونی. بعد از اینکه گوشی رو قطع کردم مریم سری آدرس رو برام فرستاد. به به خونشون نیاوران هم بود. خوب حداقل گیره یه گشنه نیفتاده. سری رفتم کتابامو درآوردم و برای این چند تا امتحان باقی مونده درس خوندم. واقعا نمیدونستم تکلیف مریم قراره چی بشه. اون از اون امتحانایی که همه رو خراب کرده اینم از این چند تا امتحانی که نداده. رفته سر خونه یه بخت. تمرکزم رو به کل از دست داده بودم. نمیدونستم قرار چه اتفاق بیفته. چند روزی گذشت و امتحانام بالاخره تموم شد. این امتحانای آخر اصلا جالب نبود. تمرکز نداشتم و نمیتونستم خوب درس بخونم و خوب فکر کنم. کل ذهنم درگیر مامان مریم و زندگی مریم شده بود. بقیه بچه ها هم وضع مشابهی با من داشتن. هممون خیلی نگران بودیم و نمیدونستیم که قرار چی پیش بیاد. امشب قرار بود هممون بریم خونه مریمینا و باهاش دست جمعی صحبت کنیم. امیدوارم تصمیم درستی بگیره. پدرام مثل همیشه اومد دنبالمون و همراه بقیه بچه ها به سمت آدرسی که مریم فرستاده بود رفتیم. هیچ کدوممون نمیدونستیم چی در انتظارمون و همه تو سکوت مطلق فقط به آینده که چندان دور نبود فکر میکردیم. بالاخره رسیدیم به لوکیشنی که مریم فرستاده بود. یا آپارتمان خیلی شیک که دور تا دورش هم خالی بود. مطمئنا کسی اونقدر پول نداشت که اینجا خونه بسازه. واسه همین دورش خالی بود. با استرس زنگ آیفون رو زدیم. رفتیم به سمت واحد مریمینا. وقتی رسیدیم مریم با یه پیراهن سفید بلند در رو برامو باز کرد و با لبخند و خوشرویی ما رو داخل خونه فرستاد. داخل خونه مثل بیرون خونه خیلی شیک بود. همه چیز خونه سفید توسی دکور شده بود. فقط واسم سوال پیش اومده بود که این خونه چطور اینقدر خوب و زود آماده شده بود؟ تو شوک همه چیز بودیم و کسی نمیتونست هیچ حرفی بزنه. آخر سر پدرام مثل همیشه شروع کرد و با لحن غمانگیزی گفت مریم جان از زندگی که ساختی راضی؟ مریم حالت حق به جانبی گرفت و با صدایی که غرورش فریاد میزد گفت بله چرا نباشم؟ دیگه نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و گفتم راضی؟ از اینکه همه رو از خودت روندی راضی؟ از اینکه دل خونه وادت و شکستی و استرس و خونه چشماشون کردی راضی؟ از اینکه گند زدی تو امتحانات راضی میشه بپرسم از چی دقیقا راضی مریم با صدای بلندی گفت تو دوستی نیایش تو اگه دوست بودی منو توی این شرایط وحشتناک تنها نمیذاشتی حالا نفاظ این دوستای خوب و در نیار اگه واقعا دوست خوبی هستی باید به تصمیمی که من میگیرم احترام بذاری منم صدامو بیشتر از مریم بالا بردم و گفتم نه عزیز من اگه تصمیمت اینه که خانوادت رو برنجونی و از خودت دور کنی و با یه پسری که حتی یه ماه هم نیست باهاش آشنا شدی فرار کنی دور من یکی رو کامل خط بزن من دیگه نمیدونم بقیه بچه ها میخوان از این کار احمقانت حمایت کنن یا نه اما ساپورت منو دیگه نداری در زم واسه خوب شدن نباید فرار کرد اینطوری فقط تظاهر میکنی که خوب شدی اگه واقعا میخوای که خوب بشی باید برگردی و ببینی از کجا آسیب دیدی و اونجا رو ترمیم کنی اینکه بخوای مشکلاتت ازشون فرار کنی نه چیزی رو حل میکنه نه از یه آدم قوی و موفق میسازه بیشتر از این صحبت کردن به نظرم بیفاید است به قول مامانم ما تا یه جایی میتونیم به بقیه کمک کنیم و باید ببینیم که طرف مقابل ما اصلا میخواد که خوب بشه یا نه به هر حال خوشبخت باشی مریم جان. خدافز. سریع از روی مبل بلند شدم و تلاش کردم که گوشامو بگیرم تا صدای مریم نشنوم. تا خواستم اسنب بگیرم الهه و میترا و بقیه بچه ها هم به هم پیوستن. پدرام با لبخند آرومی گفت ما همیشه پیش همیم. تا زمانی که به کسی آسیب نرسه و کسی اذیت نشه. ما همیشه کنار همین. و حال همدیگر رو خوب میکنیم. البته اگه کسی بخواد خوب بشه. نیایش. ما همه درکت میکنیم و قبول داریم که تصمیمی که مریم گرفته اشتباهه. ما گفتنی ها رو گفتیم. همین که برای چند مدتی ازش دور باشیم تا متوجه کار اشتباهش باشه به نظرم کافیه. هر عشقی هم که بینشون باشه مطمئنا تو این فاصله کم عمیق نشده. به هر حال خواستم بگم که تنها نیستی نیایش. ما همه کنار تیمو میدونیم که چقدر برای این دوستی زحمت کشیدی. الان مریم چشاش کور شده و گرنه اونم خوب میدونه که چقدر کمکش کردی. نتونستم جواب پدرامو بدم و فقط یه لبخند کوتاه زدم و سوار ماشین شدم. بچه ها توی راه بستنی برام خریدن و آهنگای مورد علاقه گذاشتن اما فایده ای نداشت. البته تقصیر اونا هم نبود اونا داشتن از دل و جون مایه میذاشتن و همه کار میکردن که حال من خوب بشه اما من پر شده بودم از بیهستی و بجوری تو شد که حرفای مریم بودم شاید بهترین کار این بود که از همه فاصله میگرفتم ولی مریم که دوست صمیمین بود همچین حرفی زده بود دیگه انتظاری میشد از بقیه داشت همیشه عزیزترین کسا بدترین ضربه ها رو میزنن. پس به نظرم یه جوری باید رفتار کرد که هیچ عزیزی برای آدم باقی نمونه. هر چقدر هم سعی می کردم که جوری نشون بدم که انگار هیچی برا مهم نیست فقط داشتم خودم و گول می زدم چون هر لحظه و هر ثانیه نگران مریم و زندگی جدیدی که ساخته بود بودم. رفتم خونه و لم دادم روی تخت. نشستم سریال جدیدم و شروع کردم و یکم از این فضای دارکی که برای خودم ساخته بودم دور شدم. توی همین حین پدرام پیام داد و گفت فردا صبح میان دنبالم و میریم شمال. دروغ چرا؟ واقعا ذوق کردم و خوشحال شدم. سری رفتم بیرون و به مامان و بابا خبر دادم. اونا هم از ذوق من ذوق کردن. واقعا داشتن خانواده خوب یه نعمتیه برای خودش. سری اومدم و چمدونم و باز کردم و لباسم و چیدم توش و زود خوابیدم که صبح پر انرژی از خواب بیدار بشم. صبح با صدای بوغ پدرام از خواب پریدم. لعنتی. خواب مونده بودم. سری صبحانه خورده نخورده چمدون رو گرفتم و با مامان و بابا خدافزی کردم و به سمت ماشین پدرام رفتم. این سری نه صدرا بود، نه میترا، نه امیر، نه مریم. فقط من بودم و پدرام و الهه. با تعجب نشستم تو ماشین رو سلام نکرده پرسیدم بچه ها کجان؟ پدرام گفت علیک سلام نیایش خانم هیچی بابا. صدرا و میترا میخوان عقد کنن. درگیر کاراشونن. امیرم امروز میخواست بره سر کار. مریم هم که خودت بهتر میدونی. یا آهان قمنگیزی گفتم و تا خواستم تو فکر فرو برم الهه جیغ زد نه خیر نیایش خانم این چند روز خبری از غم و قصه و تو فکر فرو رفتن نیستا خودتو جمع کن دختر ناسلامتی اومدیم به همون خوش بگذره این کاره از تو بعیده لبخندی زدم و باشه ی آرومی گفتم و الهه و پدرام آهنگ فرامرز اصلانی رو بلند کردن و همراه شروع کردن بلند بلند خوندن واقعا الهه و پدرام پرستیدنی بودن میترا و صدرا که همش تو فکر عشق و عاشقیشون بودن بقیه بچه ها هم درگیر مشکلات بیرون از دنیای رفاقتمون بودن. و یه وقتایی هم وارد این جمع می کردنش. اما الهه و پدرام هیچ وقت اینطور نبودن. همیشه شادترین ورژن خودشون نشون میدادن و سعی میکردن فضا رو برامون خوب نکنن و بگن نو بخندن. با اینکه تو زندگی همه غم و قصه و نگرانی هست اما باز با این حال همیشه لب پدرام و الهه میخندید. از پشت و رو بغل کردم و آروم آروم اشک ریختم. خلاصه راه با شوخ های پدرام و آهنگ خوندن های الهه و گریه های من به پایان رسید و بالاخره رسیدیم به خونه باغ پدرامینا. از خوشحالی زیاد دویدم سمت خونه و تو چمنها خودم و انداختم و اجازه دادم قطرات بارون روی چمنها قمهامو بشور و ببره. بچه ها و ها و چمدونا رو بردن تو خونه. منم بعد از چند دقیقه رفتم تو خونه و جلون تلویزیون ولو شدم. توی چشمای پدرام یه حالت نگرانی و دلشوره بود. سعی کردم این فکرای منفی رو از سرم بیرون کنم. یه چند مدتی بچه ها همش به هم استرس و ترس وارد میکردن. دیگه نمیخواستم یه چیز غمانگیز جدیدی به هم بگن. خودم علکی ناراحت کنم. پدرام رفت بیرون و سالاد اولویه که مامانش درست کرده بود رو از ماشین آورد و, و منم هم همراه الهه سالاد اولویه رو تو نون باکت ریختم. یه سفره ریز توی پذیرای گذاشتیم و آروم و تو سکوت مطلق مشغول خوردن شام شدیم. تنها صدایی که به گوش می رسید صدای جیر جیرک هایی بود که توی جنگل پخش بودن. بعد از اینکه شام تموم شد پدرام گلوش رو صاف کرد و گفت بچه یه چیزی میخوام بهتون بگم راستش نمیدونم از کجا باید شروع کنم و حتی چطور باید تمومش کنم من یه چند وقتی درگیر کارام بودم با ترس گفتم کدوم کارا؟ پدرام گفت بچه ها ویزام اومده با این حرف پدرام اشک تو چشمام جمع شد و شروع کردم به بلند بلند گریه کردن. تموم قصه هایی که این چند مدت توم جمع شده بود رو ریختم بیرون. از ته دلم شروع کردم به گریه کردن. با گریه های من اله هم شروع کرد و ستایی همدیگر رو بغل کردیم و تا چند ساعت فقط اشک ریختیم. پدرام میخواست بره آلمان. دیگه هیچکی از اون یکی باقی نمونده بود و هر کدوممون گوشه کناره افتاده بودیم یعنی نیم نگاهی به قاب عکسی که هممون توش بودیم انداختم و اشکام بیشتر شد باید خودم رو جمع و جور میکردم نمیخواستم این آخرین خاطره های باقی مونده با اشک و گریه به یادمون بیاد با کمک بچه های فیلم عاشقانه تو پیدا کردیم و شروع کردم به دیدن فیلم هیچ کدوممون تمرکز نداشتیم و فقط سعی داشتیم جوری نشون بدیم که انگار همه چیز اوکیه و هیچ اتفاقی نیافتاده. آخرای فیلم بود که چشمام سنگین شد و روی هم افتاد و خوابم برد. صبح با بوی کباب از خواب بیدار شدم. صورتم آب زدم و رفتم کنار آتیش پیش الهه و پدرام نشستم. وقتی پدرام حواسش نبود آروم به کباب و سیخونک می زدم و میذاشتمش تو دهنم. انگار همه اتفاقای بعد با خوابیدنمون از بین رفته بود و امروز یه زندگی جدیدی برای هممون بود. تو فکر و خیال بودم که یهو گوشیم زنگ خورد. با دیدن اسم روی گوشی واقعا تعجب کردم. مریم داشت زنگ میزد. اولش خواستم که جواب ندم ولی نتونستم و تماس رو برقرار کردم. مریم با صدای لرزونی گفت نیایش خوبی؟ منم با صدای رسایی گفتم بله خوبم. شما خوبی؟ مریم بدون اینکه جواب سوالم رو بده گفت نیایش من ازت معذرت میخوام زیادی شورش رو در آوردم نباید با تویی که منو بزرگ کرده بودی اینطوری صحبت میکردم من واقعا از تموم قلبم ازت معذرت میخوام ببخشید که دلتو جلوی همه شکوندم عزیزم منو میبخشی؟ بدون اینکه توجهی به حرفای مریم بکنم فقط داشتم به صداش که میلرزید دقت میکردم با صدای بلندی گفتم مریم تو خوبی چرا صدات میلرزه مریم با همون صدای لرزون گفت خوبم نیایش برای یه بارم که شده حال منو بیخیال شو به هم بگو تو خوبی نتونستم خودم رو کنترل کنم و زدم زیر گریه و گفتم مریم خوب نیستم پدرام داره میره آلمان صدرا و میترا دارن ازدواج میکنن امیر میره سر کار تو هم که رفتی از خونه من موندم و الهه از اون قاب عکسی که تو خونه پدرام گذاشتیم فقط چند تا چوب اطرافش باقی مونده چطور میتونم خوب باشم آخه؟ مریم هم با گریه من شروع کرد به گریه کردن و دوتامون تا چند دقیقه فقط اشک میریختیم با مریم توی یه کافه نزدیک خونشون برنامه گذاشتیم تا یکم بیشتر صحبت کنیم بعد از اینکه ناهار خوردیم همراه پدرام و الهه به سمت خونه حرکت کردیم من سری رفتم خونه و بعد از گرفتن یه دوش سرسری لباس پوشیدم و رفتم سمت لوکیشنی که قرار بود مریم رو ببینم مثل همیشه من زودتر از مریم رسیدم و بعد از نیم ساعت مریم از اون ور خیابون به سمت کافه اومد شالش رو تا چشماش بسته بود و عینکم زده بود و یه لباس گشاد مشکی هم تنش بود. از دور منو دید و برام دست تکون داد و اومد کنارم نشست. نتونستم خودم رو کنترل کنم و محکم بغلش کردم. موهاش رو بو کردم. چقدر دلم برای عطر موهاش و گرمی بغلش تنگ شده بود. وقتی مریم عینکش رو در آورد لیوان قهوه توی دستم خشک شد چشماش کبود کبود بود. دور تا دورش مشکی شده بود. یه ذره هم به بنفش میزد. با صدای لرزونی گفتم چه بله سر چشات اومده مریم؟ چی شده؟ مریم با بغز گفت من گند زدم نیایش. من اشتباه کردم. تو رو خدا باز کمکم کن. این پسرهای عوضی بدتر از مامان بابامه. سر کوچکترین چیزا قاطی میکنه و منو میزنه مریم تمام بدنم جای انگشت داشته شبا که میاد خونه هر چیزی که مطابق با میلش نباشه شروع به داد و بیداد میکنه و با کمربندش منو میزنه واقعا دیگه نمیدونم باید چی کار کنم من از فشار خانواده به این پناه بردم اینم پشتم و بد جوری خالی کرد تو رو خدا تو یکی پشتم و خالی نکن. نیایش من حتی گوشیمم شنود میشه. حتی اجازه بیرون اومدن از خونه هم ندارم. این فرارم نقشه اون بود. فکر میکردم با فرار کردن باهاش همه چی درست بشه اما درست نشد. هیچی. حتی بدترم شد. با ترس فقط به مریم و حرفایی که میزد خیره شده بودم و توانایی صحبت کردن و به کل از دست داده بودم. یکم با مریم صحبت کردم و سعی کردم دلاریش بدم. و یه سری راه و روش بهش پیشنهاد کردم و قرار شد فردا صبح زود برم و به مریم کمک کنم و از اون خونه فراریش بدم. بعد از یکی دو ساعت هر دومون از کافه در اومدیم و منتظر شدم که مریم سوار ماشین بشه و بره خونه و بعد خودم سوار ماشین شدم. چیزایی که شنیده بودم و باور نمی کردم. چقدر آدمای مریض دور اطراف ما بود. خدایا چی از جون این دختر می آخه؟ تموم بدنش کبوده. دیگه جونی براش نمونده. تو رو خدا خدایا بزار یه روز روشن ببینه اون از خانوادهش اینم از اولین عشقش با بغض و گریه به سمت خونه حرکت کردم و وقتی کبودی های مریم یادم می اومد بیشتر حالم بد میشد. شد. گریم شدت میگرفت. سری رفتم خونه و ماجرا رو برای مامان تعریف کردم. و به بچه ها خبر دادم که صبح زود با دوتا ماشین کنار خونه باشن که اگه اتفاقی افتاد بتونن دفاع کنن و مواظب مریم باشن کل شب از استرس فردا تو خواب لرزیدم و کابوس دیدم جیغ زدم و ساعت چهار صبح خوابیده نخوابیده بیدار شدم سری لباس پوشیدم و به بچه ها پیام دادم که ببینم بیدارن یا نه. وقتی گفتم بیدارن خیالم راحت شد و سری سیب خوردم و سوار ماشین پدرام شدم و به سمت خونه مریمینا حرکت کردم. دستام از ترس میلرزید. لرزید. میترا الهه هم چند باری توی راه بالا آوردن و پسارم هم از ترس و استرس هی دستاشون رو میکردن تو موهاشون. هیچ کدوممون از ترس نمیتونستیم حرف بزنیم. بعد از چند دقیقه رسیدیم. من آروم پیاده شدم و طبق برنامه‌ای که با مریم چیده بودیم با یه سنگ ریز به شیشه اتاقش زدم و منتظر شدم که مریم پنجره رو باز کنه هر چقدر منتظر موندم خبری نشد چندتا میسکال انداختم اما باز هیچی به هیچی بچه ها نظر دادن که یکم توی ماشین منتظر باشیم شاید شرایط مناسب نباشه و منم قبول کردم و همگی رفتیم توی ماشین و حداقل چرا پنج دقیقه نشستیم اما بازم مریم نیومد دیگه کم کم داشتم نگران می شدم. از ماشین پیاده شدم و اسمش رو صدا می کردم. اما جوابی نمی شنیدم. دیگه نتونستم طاقت بیارم. همراه بچه ها از دروازه ای آپارتمان پریدیم و تونتون تون از پله ها بالا رفتیم. استرس تموم وجودم رو گرفته بود و هر چقدر نزدیک تر می شدم استرس هم بیشتر می شد. وقتی رسیدیم به واحد مریم اینا پسر رو شروع کردن ضربه به در زدن. و دویدن و با کمرشون رو ضربه های محکمی می زدن تا بالاخره در باز شد. کل خونه تو تاریکی مطلق بود. مریم کجا رفته بود؟ استرسم بیشتر شده بود و تپش قلبم خیلی زیاد بود. هر کدوممون به یه سمتی رفتیم و مشغول پیدا کردن مریم شدیم. داشتم اتاق و می دیدم که یه حجیق الهه منو تو جام خوش کرد. سری به خودم اومدم و به سمت الهه دویدم و اولین چیزی که دیدم مریمی بود که افتاده بود روی زمین و غرق تو خون بود. از مچش همینطوری خون خارج می شد و کف همون کلا قرمز شده بود. دستام و پاهام می لرزیدن و شروع کردم به جیغ زدن و کمک خواستن. پدرام سری رفت تا نبزش رو چک کنه. اما دیگه کار از کار گذشته بود. میترا الهه پا به پای من گریه می کردن و پسر و هم پخش زمین شده بودن. پدرام سری زنگ زد به آمبولانس و صد و ده. منم از این فرصت برای بغل کردن مریم استفاده کردم. با پاهایی که می لرزید رفتم کنارش نشستم و سرش رو گذاشتم روی پاهام. شروع کردم به نوازش موهای خوشبوش. خواهر نازنین من بالاخره روی آرامش رو دیده بود. تو چند دقیقه آمبولانس اومد و سری مریم رو گذاشتن روی تخت و یه پارچه سفید روش کشیدن. اون پارچه اون مچ پاره شده اون قرمزی خون، اون صدای جیغ و فریاد مامان بابای مریم هر روز مثل یه فیلم از جلوی چشمام رد میشه. از این روزا خیلی وقته که گذشته. اما رد قرمزی روی زندگی من به یاد گذاشته. رد قرمزی مثل رد خونی که هیچ وقت پاک نمیشه. بعد از اون ماجرا حدود یک ماه بعد پدرام رو هم راهی آلمان کردیم. صدرا و میترا هم بعد از تموم شدن ترم ازدواج کردن و رفتن برای زندگی شیراز. امیر هم توی شیراز توی همین کارهای کامپیوتری استخدام شد و اله هم خونشون عوض کردن و از دانشگاه انتقالی گرفت و رفت سمت چالوس. من موندم و مریمی که تای خاک بود. دیگه جدی جدی از اون قاب عکسی که هممون داشتیم توش میخندیدیم فقط قاب اطرافش باقی مونده بود. همه رفتن و باز من موندم کنار مریم. باورم نمیشد که رفتاره ی سمیه یه خانواده باعث از بین رفتن یه آدم بشه. هنوز وقتی به اون صحنه ها فکر میکنم تن و بدنم میلرزه. بعد از اون اتفاق هر شب کابوس میبینم و از شدت خیسی عرق از خواب میپرم. زندگیم شده پر از استرس و ترس از دست دادن عزیزانم. بعد از مرگ مریم اون حسام عوضی هم رفت کانادا و انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. و خیلی شیک به بقیه زندگیش ادامه داد. مامان بابای مریم هم دوچاره یه سری اختلال های روانی خیلی بدی شدن و تحت درمان مامان قرار گرفتن. خلاصه امروز تولد مریمه. یکی یک که صورتی گرفتم و بردم سر مزارش و تو راه یه دسته گل مریم هم خریدم و براش تزین کردم و آوردم. امیدوارم حداقل این زیر برای یه لحظه ای هم که شده از ته دل بخنده. امیدوارم دنیا پر بشه از حس خوب، از زندگی کردن، از انسانیت و از همه مهمتر دنیا پر بشه از خانواده های خوبی که هر فرزندی بتونه بعد از هر سختی بهشون پناه ببره. نه اینکه از ترسشون به غریبه تکیه کنه و دو روز دیگه با مخ بخوره زمین. به امید روزهای بهتر برای هممون